و اما همزمان با افزایش نرخ دلار در ایران، شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی از ایفای تعهدات ارزی خود خودداری می‌کنند. گزارشی داریم از مهیار آرمی. به نوشته رسانه‌های داخل ایران، سازمان توسعه تجارت ایران با اتکا به آمار بانک مرکزی می‌گوید حدود 16 میلیارد یورو از تعهدات صادراتی بازرگانان در سال‌های 97 و 98 تا کنون پرداخت نشده که این مبلغ جدا از تعهدات بخش دولتی است. پیش از این بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که بیش از 27 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات در این سال‌ها به کشور باز نگشته است. هرچند اتاق بازرگانی ایران گفته بود که سهم بخش خصوصی از ارز صادراتی که به ایران برنگشته اندک است و بخش عمده مربوط به شرکت‌های دولتی است. بنابراین با فرض صحت 16 میلیارد یورو و تعهد ارزی بخش خصوصی و با احتساب نرخ رسمی یورو در ایران، این مبلغ تقریبا با بودجه عمومی دولت برای سال جاری برابری می‌کند. یک عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز گفته بود که از مجموع 3500 شرکتی که ارزهای صادراتی خود را برنگرداندند، 75 شرکت دان درشت عمدتاً دولتی و نیمه دولتی بیش از 5 میلیارد یورو ارز را در اختیار گرفتند و هنوز عودت ندادند. به عبارت دیگر، صادرکنندگان دولتی و نیمه دولتی به رغم دریافت دلار 4200 تومانی ارز حاصل از صادرات خود را برنگرداندند. ایالات متحده بارها فساد مالی نهادینه و غارت دارایی‌های خدادادی ایران توسط وابستگان رژیم را از عوامل اصلی مشکلات اقتصادی در جمهوری اسلامی خوانده و به شدت محکوم کرده است. مهیار آرمین، صدای آمریکا، واشنگتن.